در این ویدیو آخرین جزئیات از درگیری ها در پنجشیر، پیام قاطعانه احمد مسعود در پیوند به استادگی جبهه مقاومت، درگیری رهبران طالبان جنوب و مشرقی بر سر تشکیل دولت، تجربه و اظهارات کهنه سرباز شوروی درباره مقاومت پنجشیر و هشدار عطا محمد نور نسبت به کشتار قومی در پنجشیر. با عرض سلام به این مجمع خبری از کانال گزارشگر خوش آمدید. گزارش های تازه از پنجشیر حاکی از آن است که جنگ شدید در این ولایت جریان دارد. نیروهای مقاومت امروز نخست به کاروان از طالبان فرصت ورود دادند و بعداً با انفجار قسمت از کوه راه را بر رویشان بسته و حملات شدید را بالای جنگجویان طالب آغاز کردند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت میگوید که حدود 600 طالب از بامداد امروز در نقاط مختلف پنجشیر کشته و بیش از 1000 طالب اسیر و یا تسلیم شدند. آقای دشتی میگوید که دشتی ریوت قیچی شده و اکمالاتشان از دیگر ولایت‌ها قطع شده است و تمامی تجهیزات طالبان به دست نیروهای مقاومت افتاده است. او میافزاید که درگیری شدید در ساحه ادامه دارد. گذرگاه خواباک نیز قطع شده و هزاران تروریست در پریان محاصره شدند. یک قریه را به نام خواباک اونا گرفتن، ولی تلفاتشان هم بیش از 150 دارن. دیگه از اوجه پیشروی نکنند. ما میخوایم از جنگای چریکیمون استفاده کنیم. دشمن را غافل از نقطه‌ای که ضعف دارن، اونا بسیار نقطه‌ای ضعف دارن، از اون استقامت ما دوباره حمله شویم. ان شاء الله ما هم با سلاح تکیله جنگای چریکیمون استفاده کنیم. از این دو استقامت در سرشون سرکویا برامنند، در سرشون بچه های سفیچی رو دشتره ود بچه های خود ما دیگه نمی اون بچه کاکای ما میشه، اون کماندانش همیلان هم داره، کماندان همیلان بچه کماندان غفور است دیگه. همی و بالا میشن در سرشون، خلاصه یار هم محاصره میکنن و بچه های اندراب هم 300 نفر دیگه از اندرابی هم اومدن کتل خواک از پیششان میگیرن و در داخل چقدر مردمی که از یام میماند دیگه یک تعداد بسیار کمش خدا کشیده بود، بسون اندراب کشیده بود دیگه، ازی باقی ازی کلش مانده ایجا 150 تا تنها چیز گرفتین از پیششان، وسایت گرفتین خود تانگ و اینمو داکسن و اینمو زیو و همو چیز جنگی میگه از اندازه تیر گرفتین از پیششان، تا بزبزک و تا همو چیزایی که همی قوت های سرخجی ها داشتن، باز همو کماندان و قوت های سرخشان هم کشته میشه. همزمان با این بی بی سی گزارش داده است که نیروهای طالبان در بخشای از ولایت پنجشیر وارد شده و ولسوالی عنابه این ولایت را به تصرف خود درآوردند. بی بی سی به نقل از شفاخانه ایتالیایی امرجنسی در کابل اعلام کرده که شب گذشته طالبان به سمت دره پنجشیر پیشروی کرده و به روستای عنابه رسیدند که یک مرکز درمانی و زایشگاه این نهاد در آنجا وجود دارد. به دنبال شدت گرفتن جنگ در پنجشیر و تلفات سنگین طالبان، این گروه و حامیانش دست به پخش شایع سقوط پنجشیر در صفحات مجازی زدند، اما این توطئه تبلیغاتی طالبان به شکست مواجه شد. به دنبال این رویدادها، احمد مسعود با انتشار پیام قاطعانه اعلام کرد که هیچگاه از مبارزه به خاطر خدا، آزادی و عدالت دست نمی کشد. عمر مسعود در این پیام که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده نوشته است: مبارزه چی مثل پنجشیر که تا اکنون محکم استاده و چی مثل خواهران با غیرت هراتی ما که فریاد حق خواهی را شجاعانه بلند کردند. نشان دهنده این است که مردم از خواسته های بر حق خیش دست نکشیده و از مبارزه بر حق خیش خسته نمی شوند و از هیچ تهدید نمی هراسند. به گفته مسعود، شکست تنها وقت اتفاق می افتد که از مبارزه بر حق خیش دست کشیده و خسته شوید. مردم ما هیچ وقت به توکل خدا خسته نمی شوند و تا ساختن افغانستان آباد و آزاد و مستقل و پیش خواهند رفت. با این حال احمد مسعود به مردم وعده می دهد که به زودی و با کم شدن مصروفیت ها شخصا گزارش کارها را خدمت مردم با عزتمان خواهم داد. افراد طالبان شب گذشته به دلایل نامعلوم دست به شلیک‌های هوایی زدند که در نتیجه آن دست کم 17 تن در کابل جان باخته است.
به دنبال این شلیک های هوایی شایعات پخش شد که رهبران طالبان جنوب و مشرقی بر سر انتخاب رهبری و تشکیل کابینه با هم درگیر شده و شماری از رهبران این گروه زخمی شدند. شماره میگویند که سفر جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان به دعوت رسمی طالبان به کابل نیز به موضوع جنجال طالبان جنوبی و مشرقی ربط دارد. این مقام ارشد پاکستانی در رأس یک هیئت بلندپایه به دعوت طالبان به افغانستان آمده است. یک سرباز شوروی که در افغانستان سالهای پیش جنگیده بود میگوید که طالبان پنجشیر را تسخیر کردن نمی توانند. به گزارش اسپوتنیک، ایگور یاشیکوف رئیس اتحادیه سربازان شوروی در افغانستان در مصاحبه اختصاصی ابراز کرده است که طالبان هرگز علیه مردمی که در دفاع از سرزمین خود آماده قربانی جان خود هستند استادگی کردن نمی تواند و پنجشیر را نیز تصرف نخواهند دانست. یاشیکوف بین سالهای 1982 و 1983 به عنوان کارگر سیاسی فعال در ولایت پنجشیر ایفای وظیفه کرده است. این سرباز زمان شوروی می گوید طالبان هرگز پنجشیر را تصرف نخواهند کرد. مردم به سادگی اجازه ورود به آنها را نخواهند داد. از آنجا که من خودم در پنجشیر بودم، ما در آنجا جنگیدیم. من می دانم که همه چیز در آنجا چگونه اتفاق می افتد. شما باید درک کنید که پنجشیر یک سیاره جداگانه است. اینها متعصب دیوانه نیستند. آنها افراد هستند که فلسفه و روانشناسی کاملا متفاوت دارند. آنها هرگز پنجشیر را تسلیم نمی کنند. به گفته این سرباز شوروی، پنجشیری ها آماده اند تا آخرین قطره خون از جغرافیایشان دفاع کنند. یاشکوف می گوید زیاد شود طالبان 2 یا 3 کیلومتر به پیش بروند، اما اینجا کار تمام می شود. آنها مردمی هستند که برای وطن خود زیر تانک نیز خواب می شوند. رئیس اتحادیه سربازان شوروی سابق در افغانستان می گوید که احمد مسعود هیچگاه فرار نخواهد کرد، چون او فرزند احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان است و مقاومت را تا آخر رهبری می کند. در همین حال عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز با انتشار یادداشت طالبان و جامعه جهانی را مورد خطاب قرار داده است. جنگ طالبان علیه پنجشیر و کشتار آنان با بستن مسیرهای این ولایت، قطع کردن برق، مواد خوراکی و شبکه‌های مخابراتی به شمول خدمات صحی، جز تمامیت خواهی و استبداد مفهوم دیگر ندارد. این جنگ با تأسف جنگ و کشتار قومی است و زیانهای آن بسیار اسفبار. عطا محمد نور تأکید میکند که سکوت مرگبار جامعه جهانی در قبال پنجشیر مفهوم جز قباحت زدایی از طالبان ندارد.